در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از آخرین وضعیت جیمز وب، سریع‌ترین خودروی خودران جهان، اختلال در چرخه آب کره زمین و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین وضعیت جیمز وب. تلسکوپ فضایی جیمز وب که به تازگی از مرحله تنظیم آینه‌های خود عبور کرده، در حال آماده شدن برای انجام آزمایش پایداری حرارتی است. در این آزمایش، جیمز وب در موقعیت‌های قرار می‌گیرد که بیشترین و کمترین میزان نور خورشید را دریافت می‌کند. هدف از انجام این آزمایش پاسخ به این سوال است که آیا این تلسکوپ 10 میلیارد دلاری می‌تواند در وضعیت‌های دمایی مختلف و دشوار به مأموریت خود ادامه دهد و همچنان تصاویری با وضوح بالا به زمین ارسال کند یا خیر. این تلسکوپ تنها 2 ماه تا پایان آزمایش‌های مختلف خود فاصله دارد و پس از آن دورترین نقاط جهان هستی را رصد خواهد کرد. ساخت نخستین فرودگاه شهری تاکسی‌های پرنده در بریتانیا. شرکت فرودگاه‌های شهری از پایان ساخت نخستین فرودگاه تاکسی‌های هوایی در شهر کاونتری انگلستان خبر داد. این شرکت امیدوار است تا سال 2024 و گسترش استفاده از تاکسی‌های پرنده، شهروندان بتوانند از این فرودگاه برای انجام سفرهای درون شهری استفاده کنند. فرودگاه تاکسی‌های پرنده دارای باندهایی درست شبیه به فرودگاه‌های معمولی است که در ابعاد کوچک‌تر طراحی شده است. در این فرودگاه‌ها گیت‌های امنیتی، سالن انتظار و استراحت هم وجود دارد. تاکسی‌های پرنده یکی از ویژگی‌های اصلی شهرهای مدرن آینده محسوب می‌شوند. ساخت دستگاهی برای کاهش آلودگی ناشی از فرسایش لاستیک. یک استارتاپ بریتانیایی به نام تایر کالکتیو روشی جدید برای جمع‌آوری گرد و غبار مضر ناشی از فرسایش لاستیک ارائه داده است. این شرکت دستگاهی ساخته است که به لاستیک خودرو متصل می‌شود و با استفاده از الکتروستاتیک و آیرودینامیک چرخ، گرد و غبار و ریز پلاستیک‌های ناشی از فرسایش لاستیک را جمع می‌کند. این دستگاه می‌تواند تا 60% از آلودگی لاستیک خودرو را به خود جذب کند. آلودگی ناشی از فرسایش لاستیک یکی از عوامل اصلی آلودگی آب و هوا و دومین منبع بزرگ میکروپلاستیک در اقیانوس‌ها محسوب می‌شود. ساخت سریع‌ترین خودروی خودران جهان. شرکت ایندی اوتونامس چالنج که در زمینه ماشین‌های مسابقه‌ای بدون راننده فعالیت می‌کند، توانست رکورد سریع‌ترین خودروی بدون راننده جهان را از آن خود کند. خودروی مسابقه‌ای این شرکت که به شکل خودران حرکت می‌کند، توانست در محوطه مرکز فضایی کندی آمریکا به سرعت حدود 310 کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند که پیش از این بی‌سابقه بوده است. این خودرو دارای دوربین‌ها، حسگرها و محرک‌های خودران است که بر پایه هوش مصنوعی و بدون دخالت انسان به حرکت درمی‌آید. هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش چاقی. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است استفاده کودکان از اپلیکیشن‌های مربوط به ارسال غذا و همچنین محبوبیت رو به گسترش بازی‌های آنلاین می‌تواند باعث افزایش چاقی در کشورهای مختلف شود. مطالعات این سازمان نشان می‌دهد که نرخ اضافه وزن و چاقی در میان مردم اروپا به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و از این نظر این قاره پس از آمریکای شمالی و جنوبی قرار می‌گیرد. طبق نتایج این مطالعه، اپلیکیشن‌های ارسال غذا در افزایش مصرف غذاهای چرب و نوشیدنی‌های دارای شکر بالا نقش بسیار مهمی دارند. از سوی دیگر بازی‌های آنلاین که از محبوبیت فراوانی در میان کودکان برخوردارند، باعث سوق پیدا کردن آنها به رژیم‌های غذایی ناسالم و همچنین تحرک کمتر شده است. اضافه وزن و چاقی در اروپا سالیانه باعث مرگ 1,200,000 نفر می شود و در هر سال حداقل 200,000 نفر اروپایی به دلیل چاقی به سرطان دچار می شوند. اختلال در چرخه آب کره زمین. تحقیقات جدید نشان می دهند که تغییرات اقلیمی باعث شده است توازن چرخه آب در کره زمین به شدت دچار اختلال شود. طبق تازه ترین اطلاعات ماهواره‌ای، املاح نمکی در منابع آب شیرین کره زمین در حال کاهش است. همچنین منابع آب شور سراسر جهان نیز با سرعتی بالا در حال شورتر شدن هستند. افزایش دمای کره زمین باعث افزایش تبخیر آب اقیانوس‌ها و در نتیجه شورتر شدن آب این مناطق شده است. با افزایش تبخیر،
رطوبت بیشتری وارد اتمسفر می شود و وقوع سیل و طوفان‌های شدیدتر را ممکن می سازد. در صورت ادامه این دو الگوی آب و هوایی، نقاط پربارش زمین شاهد بارندگی و طوفان‌های شدیدتر خواهد بود و نقاط خشک آن نیز با خشکسالی‌های شدیدتری روبرو می شوند.